بچه دکتر مونین خوش اومدید. من اخیراً یه مسافرت علمی رفتم به قصد یه کنگره به اسم یوسرن که حتی تو اینترنت سرچ کنید میاد، خیلی معتبره، خیلی حقیقتش تجربه کسب کردم، چه از لحاظ اینکه با زندگیم چی کار بکنم، چجوری میشه مهاجرت کرد، نحوه مقاله نویسیمو چجوری بهتر بکنم، و اینکه اصلا یه تجربه خفنی بود که تنهایی بدون پدر مادر دانشجویی برم مسافرت خارجی. خیلیاتون میدونم الان دغدغه این چیزا رو دارید که من چجوری مهاجرت بکنم، راهش چجوریه، استادای خارجی چجوری به ما نگاه میکنن. پس اگه تو هم حتما دوست داری که یه شخصیت علمی خفن بشی، بری آمریکا درس بخونی یا هر جایی که دیگه ای که دوست داری، حتما این ویدیو رو ببین. سلام بچه‌ها، ما اومدیم با یه ویدیو جذاب دیگه. یه ماه حدوداً، شاید بیشتر، ما نبودیم تو این یه ماه چیکارا کردیم؟ یه توضیح مختصری بدم بعد بریم سر اصل ویدیو. تو این یه ماه 40 روزی که نبودیم یه کنگره بین المللی رفتیم که توی ارمنستان برگزار شد. حالا یه چند تا ویدیو شورتس و ولاگ و اینا هم براتون گرفتیم که یه سریاشو آپلود کردیم، یه سریاش هنوز مونده تو روزهای آینده قرار اینا رو. البته بدبختی هم داشتیم، یعنی پک جراحی یکی از سخت‌ترین امتحانات کل دوره تحصیلی پزشکی رو خوش سر گذاشتیم و خدا رو شکر که 12 واحد فکر کنم امتحان دادیم تو 2 هفته. 12 واحد خیلی بیشتر از 12 واحد. آره آره آره، تئوریش 12 واحد ولی مثلا عملیش مثلا 24 5 واحد. فقط توی 2 هفته خیلی سخت بود، به خصوص که بلافاصله که از مسافرت برگشتیم باید میشستیم مثل. اما بریم سر اصل مطلب. بریم حالا سر اصل موضوع ویدیومون که ما یه کنگره رفته بودیم و اومدیم که تجربیاتمون رو با شما در میون بذاریم. اول یه نکته بخوام بهتون بگم این که اگه میخوان یه دیتایی راجع به خود یوسرن به دست بیارین، من لینکشو این پایین براتون میذارم توی دیسکریپشن، میتونین بریم ببینین سایتشو. یه مجموعه که کارهای پژوهشی اینا میکنه، زیر نظر دانشگاه تهرانه، یه مجموعه دولتی خصوصیه، یعنی نه کاملا میشه گفت که مثلا 100% دانشگاهی، نمیشه گفت کاملا خصوصیه، یه چیزی وسط این دوتاست و هدش توی ایران دکتر نیما رضایی از اساتید ما که اگه باز اسمو سرچ کنیم میاره واسهتون. باشه اولین چیزا رو بگیم این که تجربه من از سفر کلاً چی بود. علاوه بر اینکه سفر علمی بود، خیلی گفتم من درس گرفتم راجع به آینده کریرم، یه سفر خیلی تفریحی و باحالی بود. یعنی اینکه با دانشجوهای دیگه میری و کلاً جاهای مختلف میبینی. البته یه چیزای بدی هم داره، مثلا دیگه پدر مادر به عنوان مراقب نیستن، یعنی خودت و خودت. به نظرم اتفاقی پوان مثبتشه، چون یه تجربه جدیدی میشه که مثلا تو حالا تو این سن اولین بار داری یه مسافرت میری که کسی نیست و همه کاراتو باید خودت انجام بدی. پوان مثبت نیست واسه من، ولی پوان مثبت نیست با خانواده بودن که خب خیلی بهتره، ولی اینم هست که به هر حال یه سری چیزا رو یاد میگیرید. آره ولی یه سری چیزا یاد میگیری، ببین مثلا خوبی داره، اما خب مثلا به نظر من تنها پوینت منفیش این بود که دیگه خانواده کنارت نیست و مثلا شاید یه ذره تنگ بشه بعد مثلا بخوای بری مهاجرت بکنی، ببین دیگه چه داستانی. اما کلا باحاله، حتما سعی کنید دانشجو که شدید، حتی بعضی وقتا یوسرن دانش آموز هم میگیره شاید. آره و میتونید برید دیگه سایتشون زیر هست، برید اپلای بکنید ببینید که چی در میاد از توش. آقا اصلا کنگره شیری بود، یه دوره 3 روزه بود که ما خودمون مثلا کردیم 7 روز دیگه، ما 7 روز اونجا رو گشتیم ولی کنگره 3 روز بود. شب و 8 روز. آره 7 شب و 8 روز ما اونجا بودیم ولی 3 روزش کنگره بود. روز اول افتتاحیه بود و یه سری ارائه انجام میشد که حالا ارائه تقسیم میشدن به اورال پرزنتیشن، یعنی ارائه کلامی با ارائه پوستری. ما چون اولین تجربه همون بود که با یوسن کار میکنیم، به ما پوستر داده بودن، مثلا یه ذره حرفه‌ای تر بشی اورال پرزنتیشن میدن. بعد حالا آخرش هم میگم که برنده و اینا چی شد و داستان چی بود و اینا. آره اصلا یه چیز وحشتناکی شد. ولی روز دوم چی میشه؟ روز دوم صرفا ارائه بود، یعنی اورال پرزنتیشن بود دیگه، پوسترها بود ادامهش، هر کدومش توی سیکشن مختلف. مثلا مال آیلین توی علوم صرفا پزشکی بود، علوم بالینی بود، ولی مثلا مال من تکنولوژی بیست و AI و اینا بود، سکشن مختلف بود دیگه. روز سوم هم اختتامیه بود که مثلا یه کنسرت داشتن و جوایزو دادن و یه سری کار جنبی هم که واسه اطفال میکنن و اینا رو جایزه‌هاشو دادن، و چون بیشتر حالت مثلا جهانی تور داره این کنگره، کار جنبی هم توش خیلی زیاده. ببین جالب ترین سکشنش منظورم اونجاش بود که مثلا از کل دنیا یه سری استادای خفن آورده بودن، با اونا مثلا کارگاه آموزشی داشتین، تجربیاتشون رو میگفتن که مثلا اگه بخوایم مهاجرت کنیم پوزیشن اینا بگیریم به چه صورت هستش اینا. اونجاش به نظرم بهترین قسمتش بود. و اما رسیدیم به روز آخر.
روز آخر تقریبا روز پنجمی بود که ما ارمنستان بودیم. آره. دیگه دو روزم بود، ما چون زود داشتیم میرفتیم کنگره نتونسته بودیم از صابون سلف سرویس هتل درست استفاده کنیم. روز آخر گفتیم دیگه حالا ما که کاندید نمیشه، همطور یه کنگره رفتیم دیگه بمونیم صابونه بخوریم. موندیم هتل تا ساعت فکرم ده و نیم اینا صبحونه میخوردیم که ده و نیم گفتیم حالا اب نداره اختتامیهش رو پاشیم بریم که مثلا دانشگاه ببینیم که چه خبره و اینا. روز آخر پاشدیم رفتیم دیدیم اگه یک ساعت زودتر میرسیدیم ما کاندید شده بودیم برای دریافت جایزه و چون داشتیم صبحونه میخوردیم مثلا نتونستیم اونجا حضور داشتیم. آره مثلا جایزه رو بهمون ندادن به خاطر سر این داستان، مثلا دادن به یکی گفتن اینا که نیستن مثلا خودمون رو خراب نکنیم، چون من مطمئن بودم برنده میشم، مثلا مطمئن بودم کارم بهترین بود، اما چون مثلا فکر می‌کردم به آوتسایدرها خیلی جایزه نمیدن گفتم خب اوکی دیگه بریم صبحونه بزنیم چه وقت خودمون تلف کنیم، ولی مثلا اینکه نه. اما حالا جدای از اون به نظرم بالاترین چیزی که من ازش یاد گرفتم مثلا جایزه چیزی نبود، مثلا یه کاغذ بود، هیچ چیز خاصی نبود، گفتن سپاس خدای از وجل که شما را نه میدونم انگلیسی بود ولی این تقدیر نمایی بود. بیشتر ارزش میدونی علمی داره، مثلا یه تجربه حالا باحالیه که رفتی اونجا بودی. آره. اون استاد و اینکه خب مثلا استاد از دانشگاهی تاپ جهان میومدن و اینکه خیلی از آمریکا بودن، یه سری از مثلا انگلیس بودن، یه سری از استرالیا بودن و حالا یکی از دانشمندای ایرانی که الان توی آمریکا هم استاد دانشگاه هستن، البته الان استاد پیشکسوتن دیگه، بیشتر دفترنشین تا برن بیمارستان، مثلا مخترع پت سی تی اسکن رو ما اونجا دیدیم و خب خیلی باحال دیگه، میتونی راه و چاه کارهایی که کرده ازش بپرسی. بعد تبریزی هم بود دیگه، بچه های تبریز حال کنید، یکی از همشهریاتون رفته اونجا. فارسی هم خیلی جالب صحبت میکرد. آره البته خیلی رو از 18 سالگی اینا رفته بود دیگه، یعنی کلن اینجا نه پزشک عمومی و تهران. آره؟ تهران گرفته بود از دانشگاه. آه راست میگی. آره راست میگی، پزشک عمومی دانشگاه تهران گرفته بود بعد رفته بود آمریکا و الان تو دانشگاه پنسیلوانیا است. حالا کلی باهاتون صحبت کردم، مطمئنم ولاگ سفرم دیدید، اگه ندیدید که حتما برید لینکشو بذارید این بالا میاد. آره برید ببینید. اما واسه اینکه بازم ملموس‌تر واسهتون یه ذره ما از کنگرم قرار ویدیو بذاریم، همین الان میرید ببینید. Pleasure for me to be here and welcoming you at the 8th Youth Event Congress. Seeing so many of you coming together from all over the world and bringing to this event a wealth of different cultures and scientific knowledge. خب بچه ها روز اول کنگره افتتاحیه‌اش هم شد، ارائه منایین جفتش فرداست. خب این هم الان یه کافی تایم دادن بهمون که اینا رو داریم، اما این شیرینی ها و این چایی ها رو داریم، 10 دقیقه وقت داریم که فعلا یه بریک داشته باشیم تا بریم بهتون نشون بدیم که حالا آر پرفورمنس های بعدی چی هن، ارائه سریز بچه ها چجوری هن. فردا هم که خودمون اول صبح ساعت 8 داریم باید بریم پوسترامون رو وصل کنیم توی حال مربوطه توضیحش بدیم، حتما بهتون نشون میدیم که کی چجوری توضیح میده. اگرم خدا خواست جایزه برنده شدیم اونم میبینید. بس بریم ببینیم چی میشه. ببین یه چیزی که مطمئنم واسه بچه هم حتما سوال پیش میاد اینه که حالا کدوم رشته تو آمریکا کدوم تخصصا پر درآمدن و وضع زندگیشون خیلی خوبه. اصلا مهمتر از اون این که شما وقتی میخواید مهاجرت بکنید به چه رشته‌ای فکر بکنید، چون الان هر کی که مثلا اگه شما دبیرستانی هستید یا راهنمای هستید این ویدیو رو می‌بینید نمیاد پزشکی که اینجا بمونید، چون هزار تا چیز بد ما گفتیم 4 تا دیگه گفتن دارید به مهاجرتش فکر می‌کنید دیگه، اون سایده رو ما الان می‌خوایم خیلی واسهتون باز کنیم تا با دید خوبی بیاید توش. خب بریم سراغ پر درآمدترین رشته‌های تخصص. تو رأس همه اینا چشم، رادیولوژی، جراحی، ارتوپدی و اورولوژی. آره. یعنی اینا جز تاپ ترین ها و پردرآمدترین رشته های پزشکی هستند تو خود آمریکا، منتها واسه مهاجر خیلی کم پیش میاد که بتونه تو این رشته ها پذیرش بگیره. دقیقاً. مثلا ما با یکی از استادایی که صحبت میکردیم، چون ما بیشتر با استادای توی آمریکا صحبت میکردیم که اونجا مثلا اتندن، یکی مثلا مال دانشگاه کلرادو بود که گفتیم خیلی هم نجات پرست و اصلا وحشتناک. خب البته نمیدونم حق داری یا نه، ولی به هر حال با ما صحبت میکرد، میگفتش که بچه ها شما هر چقدر هم رزومتون قوی باشه خیلی قرار نیست مثلا بدون کانکشن و اینا یه دفعه بیاد بشینید سر رشته ای مثل جراحی، ارتوپدی،
خیلی مثلا تاکید داشت روی جراحی ارتوپدی، چون خودش جراح بود درسته، میگفتش مثلا شما اجازه نمیدن و این چیز میزا، مثلا بمونید تو کشور خودتون و ایران مثلا جای بدی نیست و بمونید اونجا، و خیلی مثلا تمایل نداشتن که ما بریم اونجا. و من از همون روز خودم خیلی به این فکر افتادم که شاید اصلا رزیدنتی و من ایران خوندم، چون که قشنگ این شهروند درجه دو با آدم رفتار میکنن، تازه اونجا قش الیتن که ریسرچر ترین خفن ترین بهترین از نظر علمی تو ایران با هم جمع میشن و مثلا اونجا کنگره درست میکنن. اما بازم مثلا اونا رو قبول نداشت، میگفتش خب اینا رو که نمیتونید بخونید، مثلا برید فامیلی مدیسین، نهایتش مثلا برید داخلی. آره داخلی مثلا کعبه آمار بیشتر مثلا. میدونی رشته های بدون پروسیجر رو بیشتر سعی میکنن به مهاجرا بدن، جراحی دار و پروسیجر دار و اینا میمونه واسه خودشون. آره اینطوری هست. و اینکه اگه میخواید برید آمریکا که داستان اینه، اروپا خیلی راحت تر مثلا این رشته رو بهتون میده، اما خب امکانات اون امریکن دریمی که تو ذهن ما گذاشتن رو ندارید دیگه. کما اینکه کلا همه بچهای نسل ما، حالا من مثلا متولد 80 79 80 ما همه قشنگ با وایب آمریکایی بزرگ شدیم و خیلی دوست داریم اونجا رو ببینیم. به هر حال گفتم شاید شما هم بخواید مثلا به اون یک کشور اسپسیفیکلی مهاجرت بکنید، ببینم که داستان چیه و بهتون بگم. و به این نتیجه رسیدم که سخته. قبول داری؟ خیلی سخته، ولی نشدنی نیست. نشدنی نیست. واقعا نشدنی نیست. خیلی باید تلاش کنین، ارتباطات خوب بسازین، رزومه قوی بسازین و خب طبیعتاً هزینه برام هست دیگه. آره. الان بخوام خیلی شسته رفته فاکتوراشو بگم، مهمترین چیز درآمده. چون به پزشکا خیلی کم فاند میدن. شما باید بتونی اونجا خودتو تامین بکنی. تو آلمان که مثلا این قضیه خیلی بولد میشه، ولی خب تو آمریکا دیگه بولدترینه. مثلا خود آمریکایی تو دبت دانشگاه میمونن چندین سال، مثلا میگن هزینه تحصیل خیلی گرونه و این چیز میزه. دومیش چیه؟ دومیش رزومه است. و خیلی مهمه که 7 سالی که دارین پزشکی عمومی میخونین رزومه خوب بسازین، کیفیت مقاله هاتون بالا باشه، کارهای اورجینال بیشتری داشته باشه. بعد حالا خیلی میگید آقا اینا رو چرا به ما میگی؟ اینا رو به توی میگیم که اگه اینکه موفق شدی کنکور خوندی یا هم الان دانشجویی یا اصلا راهنمایی هستی، پلن تو بدونی، تو وارد دانشگاه شدی بدونی باید چی کار بکنی. گیج نزنی آقا من حالا برم سر کلاس اندیشه اسلامی برم مثلا زبانی کو پاس کنم. استریت فورورد بری سر کاری که میخوای. خب بعد رزومه و مهمترینش کانکشنه، بعد استادی که از ایران مثلا چند بار دانشجوهاش پذیرش گرفتن رو بشناسی، استادای اونجا رو بشناسی، کسایی که اونجا فاند گرفتن رو بشناسی، توصیه‌تو بکنن. و به نظرم این 3-4 تا فاکتور دیگه مهمتریناست. بازم خیلی به شانس بستگی داره، خیلی به شانس بستگی داره. اما خب چیزایی که شما میتونید تغییر بدید، یعنی بودن آدمایی که رزومش هم خیلی خیلی قوی نبوده ولی خب تونسته حتی آره. فاندم بره اونجا. یه خبر خوب بدم، اگه دخترید راحت تر پذیرش میگیرید. آره خیلی عجیبه، منم اینو تازه فهمیدم که واسه دختر انگار پوان مثبت آره در نظر گرفته میشه. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. تو کامنت ها بگین که بیشتر دوست دارین راجع به تجربیاتمون صحبت کنیم یا نه. و اینکه توی پارت بعدی قرار بگیم بهتون که تنها سفر کردن چجوریه، خصوصا اینکه شما وقتی دانشجو میشید خیلی باید تنها سفر کنید اگه میخواید شخصیت علمی باحالی بشید. دمتون گرم، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. هر سوالی راجع به هر چی علمی، پزشکی، کنکوری داشتید بپرسید، ما قطعا جواب میدیم، هواتون رو داریم، باهاتون قشنگ میخوایم کانکشن خوب داشته باشیم دیگه. بریم تا ویدیوی بعد. سی یو.